کتاب ایساتون رو در مدل می نویسید. الان ما مثلا برای زیر گروه برای هر چیزی که میخوام یک مدل میسازیم که دیتابیس ما رو تشکیل میده. بعد از روی این مدل یک ویو ساخته میشه، ولی هیچ اطلاعاتی به سمت ویو نمیره. ویو فقط اطلاعات رو میتونه از کنترلر بگیره. پس ما اگر ویومون با مدلمون در ارتباط باشه، هیچ اطلاعاتی به خودی خود از مدل به ویو منتقل نمیشه. هر اطلاعاتی و هر داده‌ای رو شما بخواید به ویو منتقل کنید، باید بیاید سمت کنترلر، در کنترلر کدهای مربوط به اون رو بنویسید و اون دیتایی رو که از کنترلر حاصل میشه به سمت ویو بفرستید. بس کنید ما یک وریبلی تعریف میکنیم به نام مدل. در این وریبل ما میایم یه سری اطلاعات، مثلا information about products، ما اطلاعات مربوط به پروداکتمون رو از دیتابیس خوندیم، در این مدل قرار دادیم. حالا اگر این مدل رو شما به این صورت در ویو قرار بدید، اون وقت سمت ویو میتونه تمام این اطلاعات رو داشته باشه، در صورتی که با این شرط که این مدل با اون مدلی که ویو داره از اون تبعیت میکنه دقیقا برابر باشه. یعنی شما اطلاعات محصولات رو اگه میخواید، باید ویوتون از مدل محصولات تبعیت کرده باشه، و اگر اطلاعات مثلا گروه ها رو میخواید بدید، باید ویوتون هم مدل گروه رو داشته باشه. راجع به اینکه چجوری اون ویو میتونه با اون مدل در تماس باشه و چجوری اطلاعات رو از مدل به وسیله کنترلر بخونیم و به سمت ویو بفرستیم در ادامه توضیح میدیم. فقط یادآوری از این جهت بودش که هر اطلاعاتی بخواد فرستاده بشه سمت ویو، باید از طریق کنترلر انجام بشه و مدل به خودی خود هیچ اطلاعاتی رو نمیتونه به ویو منتقل کنه. خب پس داریم مدل هایی رو که معرفی کردیم رو بنویسیم و از روی این مدل ها بتونیم دیتابیسمون رو تعریف کنیم. برای نوشتن مدل ها شما باید به پوشه مودلز برید، این رو ببندیم تا یکم کدمون تمیزتر بشه. به قسمت مودل ها میرید، در اینجا کلیک راست میکنید، گزینه اد و کلاس رو اضافه میکنید. یعنی یک کلاس رو دارید به این پوشه اضافه میکنید. خب اسم این کلاس رو میذارید گروپس. ما گفتیم سه تا مودل میخواییم، گروه، زیر گروه و محصولات. طبق قراری که داشتیم یا همون کانونشنی که گفتیم، قرار شد آخر نام مدل هامون از کلمه مودلز استفاده بشه. اگه میخواید مدلی به نام گروپ بنویسید، بنویسید گروپ مودلز. اسم کلاستون رو گروپ مودلز بذارید. این کار اتفاق خاصی نیست، فقط چون یه قراردادی بین شما و مایکروسافت به این کمک میکنه که اونا بتونن راحت تر کدایی که شما میخواید و واسه تون به صورت پیش‌فرض درست کنن. شما میزنید گروپ مودلز و این کلاس رو اضافه میکنید. حالا اینجا میتونید نام کلاستون رو عوض کنید، میتونید بذارید همون گروپس یا همون گروپ، و این الان مدل گروه شماست. برای اینکه فیلدهای مدل گروهتون رو تعریف کنید، یه کار خیلی راحت میتونید بکنید، بنویسید پروب، دوبار تب رو بزنید، واسهتون دقیقاً اون حالتی که دومین کلاسس باید نوشته بشه میاره. اون فیلد باید به این صورت نوشته بشه: پابلیک اینتجر مثلا آیدی. ما گفتیم همه اینها باید یک آیدی داشته باشه. طبق همون قراردادی که باز بین ماست، اگر شما آیدی رو به این صورت بنویسید یا به صورت گروپ آیدی بنویسید، یعنی نام کلاس و آیدی، به صورت پیش‌فرض خود انتیتی فریمورک میفهمه که این رو شما میخواید به عنوان پرایمری کی یا تیبل دیتابیستون در نظر بگیرید. خب ما همون آیدی رو مینویسیم و این عنوان آیدیمون در نظر میگیریم. یه دونه هم نیم میخواییم، پروب دوبار تب، منتها میخوایم استرینگ باشه با نیم، یعنی این نام گروهمونه. پس یک آیدی و یک اسم داره هر گروه ما. حالا مدل های دیگه هم اضافه میکنیم. برای زیر گروه ساب گروپ، ساب گروپ رو که زدید مودلز هم به آخرش اضافه میکنیم. Cái này rồi đem cho người ta tải vô máy rồi chả biết người ta làm chi á.
Bà anh chỉ biết dùng biết quay thôi. Còn cái này là không biết là người ta làm ra không biết. Đây cái phần này là đấy, rất đẹp. Cái hoa này là hoa màu tím nhá. Hoa màu tím các bạn nhìn này. Hoa màu tím rất là đẹp. Vâng. Quay rồi hết ghép cánh mà. Đành vô nhà thằng Ân quay